به گزارش فاکس نیوز، کاندالیزا رایس وزیر خارجه پیشین آمریکا طی مصاحبه‌ای با این شبکه خبری درباره توافق اتمی با رژیم ایران گفت که اگر به اختیار من بود من این توافق را امضا نمی‌کردم. فکر نمی‌کنم این توافق خوبی بود. من فکر می‌کنم ما عجله داشتیم که به یک توافق برسیم و ما چیزهای زیادی را روی میز باقی گذاشتیم. سایت واشنگتن اگزامینر به نقل از رایس نوشت اگر ترامپ از توافق اتمی با رژیم ایران بیرون بکشد ما مشکلی نخواهیم داشت. همچنین سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید گفت توافق بین المللی در رابطه با محدود ساختن توسعه تسلیحات اتمی رژیم ایران بر مبنای اطلاعات کاملا جعلی رژیم ایران بنا شده است، زیرا برنامه اتمی این رژیم پیشرفته تر از آن بوده که در زمان انجام این توافق نشان داده شد. در حقیقت رژیم ایران دروغ گفته است. خبرگزاری رویترز هم امروز گزارش داد که امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه بعد از دیدار با مالکوم ترمبل نخست وزیر استرالیا به خبرنگاران گفت نمیدانم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 12 ماه مه 22 اردیبهشت چه تصمیمی خواهد گرفت. ماکرون در سفر 3 روزه خودش به آمریکا تلاش کرد تا دونالد ترامپ رو به ادامه توافق اتمی با رژیم ایران متقاعد کنه، ولی خبرگزاری های بین المللی گفتند به نظر می رسد این تلاش به نتیجه ای نرسیده است. در یک تحول دیگر که بی ارتباط با برجام و ضرب الاجل هم نیست، دادگاهی در نیویورک روز گذشته اعلام کرد رژیم ایران هواپیماربایان 11 سپتامبر را آموزش داده. بر اساس حکم دادگاه رژیم ایران، سپاه پاسداران و بانک مرکزی در کشته شدن بیش از 1000 نفر در حمله تروریستی 11 سپتامبر مشارکت داشتند. رژیم ایران میبایست جمعاً 6 میلیارد دلار غرامت به بازماندگان قربانیان بپردازد.